سلام و بعد از ظهر شما بیننده های عزیز و خیر، امیدوارم که جور صحتمند باشین و روز تا به این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. بله دوستان عزیز، به یک دیگر از برنامه های راه درمان با ما فریبا عباسی خوش آمدین. امیدوارم که تا به آخرین لحظات مرا همراه باشین. بله دوستان عزیز، امروز موضوع بحث ما مراقبت های قبل از بارداری یا ولادت است که در این بخش ما دکتر سکینه یوسفی دکتر نسایی ولادی را دعوت کردیم و در این مورد بحث میکنیم و همچنان دکتر سکینه یوسفی به یک از شفاخانه خصوصی شهر کابل موظف است. بسیار زیاد خوش آمدین دکتر سکینه. تشکر، سلامت باشین. عزیز سلام و سلامت خدمت تمام بیننده های عزیز، خدا کنه جور و صحت من باشد و تشکر از شما که در برنامه خوبتان ما را دعوت کردید. تشکر دکتر سکینه از اینکه وقت گذاشتین. خب دکتر صاحب، قسمی که گفتم موضوع برنامه ما مراقبت های قبل از ولادت یا بارداری است. این مراقبت ها چه فواید دارد؟ چرا باید قبل از بارداری یا ولادت باید مراقبت شود مادر؟ خب زمانی که یک خانم و یا هم دختر خانمی که نو ازدواج میکنه آمادگی برای حمل و یا هم آمادگی برای ولادت میداشته باشه، باید بعضی مراقبت هایی که قبل از ولادت است خیلی لازم و ضروری برای خانم ها میباشد که اهمیت شامی است که مثلا بعضی خانم‌ها می‌خواهد که برای باردار شدن آمادگی داشته باشند، باید بعضی معاینات که از جمله معاینات یا تاریخچه‌های ژنتیکی هست که اینا باید شامل این موضوعات میشه که باید از تاریخچه گرفته شود و بعضی امراضی که شامل امراضی مثلا دیابت در زمان بارداری و همچنان فشار خون بالا اینا باید نزدشان انجام شود، چون بعضی امراض که هست ژنتیکی می باشه از یک نسل مثلا به نسل بعدی انتقال میکنه که اینا نسل از این خانما باید معاینات انجام شود تا از خطرات در زمان بارداری جلوگیری صورت بگیره. مثلا همین فشار خون بالا مثلا نسل های قبلی از این داشتن، ممکن که همین نسل که فعلا میخواد باردار شود اینا انتقال پیدا کنه. پس بعضی روش ها و بعض درمان هستن که ما قبل از قبل اینا رو وقایع میکنیم از این امراض. همچون فشار بالا، مثلا فشار بالا داره خانم، نسلهای قبلیشان، اینا رو ما میتونیم توسط بعضی توصیه ها و بعضی دواها هستن که از فشار خون بالا در زمان بارداری جلوگیری صورت بگیره. و همچنان همی رقم بعضی سرعه و یا میرگی هایی که هستن هم از یک نسل به نسل دیگه انتقال پیدا میکنه، اینا باید جلوگیری صورت بگیره. و همچنان بعضی کمخونی های شدید از جمله مثلا فولیک اسید و آهن و بعضی تابلت ها برای خانم ها، خصوصا مثلا خانمی که میخواهی حمل بگیره باید 3 ماه قبل از تابلت های فولیک اسید و آهن اینا استفاده کنند تا دچار کمخونی در زمان بارداری و بعد از بارداری نشن. بسیار خوب. اگر یک مادر فشار خون بالا داشته باشه و ایره متوجه نباشه و پشتش نگرده، چه مشکلات رو میتونه با آینده به دوران بارداری ایجاد کنه؟ به همی شایع ترین علل مرگ و میر مادران و جنین در زمان بارداری همی کمخونی تشکیل میده که مثلا یک خانم بی تفاوتی میکند در زمان بارداری خود و یا هم قبل از او متوجه نمیشه که من کمخون هستم و یا هم بی تفاوت میگیرن اینا در زمان بارداری و اخصا در زمان ولادت. یعنی خود کمخونی باعث میشه که زایمان های زودرس و یا هم ولادت های قبل از وقت را منجر شود و همچنان حتی خیلی شدید شود منجر به مرگ جنین میشه و حتی خونریزی های خیلی شدید در زمان ولادت برای خود خانم دچار میشن. این اعراض و علایم کمخونی نزد خانم هسته که خیلی خطرساز میباشه. از این خاطر خواهش میکنیم از خانم ها که همی کمخونی خود خیلی جدی بگیرند در زمان های بارداری خود و قبل از او باید آمادگی برای حمل و برای از این رفع کمخونی خود باید نزد دکتر ها مراجعه کنیم. بسیار خوب. یک موضوع دیگر شما دکتر صاحب گفتن اگر توجه نداشته باشه، مثلا مادری که میرگی میداشته باشه و میرگی در زمان بارداری یا که قبل از بارداری داره، آیا این امکان داره که در زمان بارداری مرگی گرفته باشه و همچنان وقت زایمان کنه ای به اولادش هم منتقل شوه، به متفلک نوزادی که به دنیا میه؟ بله، ما همونطور که قبلا یادآور شدیم که بعضی امراض هستن ژنتیکی از یک ارث مثلا از یک نسل به نسل دیگه منتقل میشه. ممکن همی خانم که فعلا باردار هستن اینا مثلا پدر کلانش و یا مادر کلانش یا مادرش از همی هم مرض داشتن، ای
مرض خود خانم یا دخترش منتقل شده. اگر خانم مثلا اولی که امی مرض خود جدی نگیره در زمان بارداری خود نزد دکتر مراجعه نکنه، سبب اختلاج خیلی شدید میشه که خانم مثلا بیخود میشه، ضربه وارد میکنه به مثلا مستقیم در خود شکم خود یا یک طرف میزنه، ای من برای خود مادر و همچنان برای جنینش خیلی خطرساز هست و ممکن اینمی مرض برای خود جنینم منتقل شوه یا انتقال پیدا کنه. بیشتر دکتر صاحب کدام مادرها یا کدام خانمهای باردار جدی مراقبت شد؟ کدام خانمها مراقبت به هم او زمان دارن؟ خیلی که خانمایی که مثلا مراقبت های جدی داره لازم هستن، گفتیم همین خانمایی که مثلا زیادتر اعراض علائمی همین مرضا رو میبینه، مثلا احساس یک خانم مثلا نمیفهمه که من دچار کمخونی هستم، بعضی اعراض علائم برشون پیدا میشه، یا از جمله فشار خونی بالا که مثلا اعراض علائمش سرگیچی هست و یا هم مهره های خود گردن شخ میگیره، این اعراض علائم نزد خانم ها پیدا میشه، اینا باید عاجلتر نزد دکتر مراجعه کنه، چون این مرض خیلی خطرساز است. از جمله امراضی که خیلی در زمان بارداری و قبل از بارداری مهم است، همین دیابت که شکر خیلی خطرساز و که منجر به سکته مغزی اینا میشن، فشار خون بالا و همچنان سرعه و مرگی، یعنی فشار خیلی لازم ضروری هست که نزد دکتر مراجعه کند تا از امراضی و یا از مرگ و میر مادر و جنین جلوگیری صورت بگیرد. بسیار خوب. کدام مادرها یا کدام خانمهایی که باردار است در زمان بارداری نزد دکتر مراجعه کند و معاینات خود زود چک کنند و تکمیل کنند؟ مثلا همین خانمایی که میخواه، چون موضوع ما درباره مراقبت های قبل از ولادت بود، یعنی خانمایی که مثلا میخواه برای حمل آماده شوند، یعنی هنوز حمل نگرفتن، این خانما زیادتر مثلا یکی داریم خانمایی که با سنین بالا ازدواج میکنن و یا دختر خانمایی که بسیار با سنین خام در سن 14-15 سالگی ازدواج میکنن، اینا زیادتر در معرض خطر هستن. اگر مثلا در سن پایین حمل بگیرن هم بسیار برشان خطرساز هستن، و خانمایی که مثلا در سنین 35-40 سالگی نام بسیار برشان خطر هستن، اینا باید حتما پیش از این که حمل میگیرن نزد دکتر مراجعه کنن، چون اینا زیادتر مصاب امراض هستن. بسیار خب دکتر صاحب، وقتی که خانم میخواد باردار شود، قبل از بارداری باید کدام نکات توجه داشته باشند؟ نکاتی که قبل از باردار شدن خیلی مورد توجه هست، همین نکاتی مثل کم خونی هست که مثلا گفتیم که حداقل یک خانم زمان میخواد حمل بگیره حداقل 3 ماه قبل از باردار شدن دواهای مثل فولیک اسید و آهن و اینا را اخذ کنند تا امی کم خونی و یا کمبود آهن گفاره که داره به کلی رفع شود، تا اینا آماده حمل شود، که امی خودی مثلا رسیدگی قبل از ولادت آماده شدن برای حمل گرفتن از مرگ و میر مادر و همچنان جنین خیلی جلوگیری صورت میگیره. بسیار خوب، بسیار خوب. قسمی که گفتین دکتر صاحب باید مراقبت ها، حتما غذاها و محیط هم رول داره به یاد. باید از کدام غذاها مادر دوران بارداری استفاده کنه؟ غذاهایی که رژیم غذایی مناسب در زمان بارداری خیلی لازم و ضروری هست، که مثل از جمله سبزیجات و میوه‌جات، که سبزیجاتی که دارای رنگ سبز میباشه که در ترکیب خود آهن داره، مثلا ویتامین سی و همچنان ویتامین بی 12 مثل پالک، تراتیزگ، اینی چیزا زیادتر در ترکیب خود چیزا داره، پس از این چیزا زیادتر استفاده کنم، و همچنان لبنیات که مثلا در ترکیب خود زیادتر کلسیم برای استخوان‌های جنین خیلی مفید هستند، از این رژیم غذایی زیادتر استفاده کنم، و همچنان زیادتر کوشش کنم میوه‌جات مثل سیب و چیزا زیادتر در رژیم غذایی خود استفاده کنم، تا از مثلا سوی تغذیه بار آمدن جنین جلوگیری صورت بگیرم. بسیار خوب. بعضی از مادران ما متوجه شدیم دکتر صاحب که در زمان بارداری غذا درست نمیخورن و اصلا اشتها ندارن، اینا باید چیکار کنن؟ همونطور که ما مثلا زیادتر در این مسلک ما مثلا مواجه هستیم با همچه خانما، در زمان بارداری مثلا نهی عامل یا راز علایم بارداری هست که خانما به اشتها میشن، مثلا حالت تهوع برشان بار میه و یا هم به اشتهای، این خانما باید عاجلتر نزد دکتر مراجعه بکند، چون از این به اشتهای اینا جلوگیری صورت بگیرد، چون دکترها مثلا تداعی میکنن، میفهمن که چی توصیه ها و یا چی دواهایی را برشان بده تا مثلا از بیشتی های خانم جلوگیری صورت بگیره، و همچنان
از سوی تغذیه بار آمدن جنین و همو طفل جلوگیری صورت بگیره که مثلا بعضی غذاها هست که باید توصیه شود که بر خانم‌ها که اینا از دلبدی آیا حالت تهوعشان جلوگیری صورت میگیره و بعضی دواها و بعضی تابلت ها و دارای کلسیم گپا هستن برشان توصیه صورت. بسیار خوب دکتر چه بعضی از خانم‌ها را ما متوجه شدیم و قسمه که بارها بعضی از خانم‌ها تماس هم گرفتن و همین سوال کردن، بعضی خانم‌ها زیاد تند و تلخ می‌خورن یا بعضی خانم‌ها گل می‌خورن یا بعضی ها مهر می‌خورن، این علتش چیست؟ امی دلیل از این که خانم‌ها مثلا گفتیم که گل می‌خوره خیلی رایج است، این دلیل از گل خوردن از این اصلا همو کمبود کمخونی خانم هستن. چرا مثلا همگی عادت به گل خوردن ندارد، خصوصا خانمایی که باردار هستن زیادتر دچار مرض هستن که مثلا مور می‌خورن و یا هم گل زیادتر می‌خورن، اینا مصاب به کمخونی های شدید هستن که باعث میشه مور خوردن و گل خوردن بشن. آها بسیار خوب دکتر صاحب، آیا در زمان بارداری خوراکی و مراقبت ها رول به این داره که دختر بچگی را تشخیص بده یا خیر که بچه به دنیا بیارن یا دختر؟ این بچه و دختر به دنیا آوردن بعضی غذاها بله رول داره، مثلا بعضی توصیه ها را مثلا بیشتری مریضای ما نزد مراجعه میکنن میگن دکتر من مثلا زیادتر دختر دارم بچه ندارم، اما دوست دارم این بار بچه به دنیا بیارم. یا هم همیتو خانمایی داریم که زیادتر بچه دارن میخوان دختر به دنیا بیارن. این چیزا گرچه 100% نیستن ولی بعضی توصیه ها و بعضی خوراک باب و بعضی توصیه هایی که مثلا دکتر برای مریض خود میکنه امکانی تا مثلا 10% 20% هست که گپا باشه بعضی خوراک باب و گپا، هم 100% نیست. آها بسیار خوب. خب دکتر صاحب میپردازیم به ادامه بحث ما، آیا محیط هم بالای یک مادر و در زمان بارداری تاثیرات خود داره؟ 100% محیط، مثلا در یک خانواده خانم مثلا باردار هست که محیط پر از سر و صدا و یا هم خانواده هایی که مثلا یک خانم در او خانواده طفلی در بطن خود پرورش میکنه که دارای اعضای فامیل زیاد میباشد که از جمله اطفال، که مثلا هر لحظه او سر و صدا و محیط چیزا برای خودی هم و طفلی که در بطن مادر هست خیلی تاثیر داره. مثلا آرامش روحی روانی برای خود مادر که مثلا محیطی است که از آرامش و گپا برخوردار هست، همون قسم طفل دارای آرامش به بار می آید و یا هم محیطی که پر از سر و صدا اینا می باشه همون طفل منجر به این می شه که یک طفلی که حتی با عصبانیت چیزا بار بیه. بسیار خوب دکتر صاحب، با یک زن باردار باید چگونه برخورد شود؟ با یک زن باردار مثلا ما زیادتری مریضای ما نزد ما مراجعه میکنه میگه مثلا میایه دردای شدید داره و یا هم نزدشان خونریزی ها به وجود میاد که اینا زمانی که ما از اینا تاریخچه میگیریم اینا میگن که ما مثلا در خانه با شوهر خود مثلا شاید یک جنجال می داشته باشه، طبعا مشکلات خانوادگی چیزا می داشته باشه، اینا زیادتر سر اینا تاثیر میگذاره، چون مثلا نمو طفلی که از مادر تغذیه میکنه مثلا تمام چیز خود از مادر میگیره، اگر مادر در آرامش است هم طفل در آرامش است و اگر مادر دچار یک جگرخونی و یا استرس میشه طفل همچنان هم دچار استرس میشه، پس طفل زیادتر دچار استرس میشه و من لحاظ باید از نگاه روحی روانی مادر خیلی در آرامش کلی در زمان بارداری باید مواظبتش صورت بگیره تا همون نسل و یا طفلی که در آینده قرار است در دنیا بیاید با آرامش کلی روحی روانی باشد و این سر دوچاری عصبانیت گپا نباشه. بسیار خوب. بسیار از خانواده ها رو دکتر صاحب ما دیدیم که در زمان بارداری همون بار اولی که طفل به دنیا میره باردار است خانم، اما ما ها را فقط همون بار اول متوجه هستن و طفل دوم و سوم و قرچه نمیگه این تجربه داره بار اولش نیست، آیا دوم و سوم و چهارم حتی هم تاثیرگذار است یا خیر باید هم تو مراقبت شو یا خیر؟ 100% مثلا هر طفل مثلا گفتیم که شما در سوال خود ذکر کردیم که بیشتری ها اول باری خود خیلی حساس هستند، این گپ نیستن، مثلا همونطور که شما یک شخص هستین و یا ما مثلا در یک خانواده ما هستم و خواهرم، هر کدام ما مثلا نماد شخصیت خود میکنیم، یعنی او گپ نیست که در زمان اول باری خود یا پرایمی خود اینا این نکات حساس بگیره، اما در مرحله بعدی در اولادای بعدی خود نگیره، یعنی هر کدامش باید همی مراعات شود و همچنان مراد صورت بگیره تا کلی اطفالی که در خانواده به دنیا میه از آرامش روحی
برخورد باشه. بسیار خوب. در زمان ولادت باید به مادر چگونه رسیدگی شود؟ در زمان بارداری از جمله خیلی چیز مهمی که از گفتیم که همین خودی رژیم غذایی هستن که بیشتر حال ما مثلا در شفاخانه که کار میکنیم بیشتر در افغانستان سر دچار این موضوعات زیاد هستیم که اطفال با سوی تغذیه، سوی اشکال ولادی و همچنان خیلی ضعیف ولادت های قبل از وقت به این چیزا زیادتر مواجه هستیم. پس نمی منجر به این میشه که خانم در زمان بارداری مراقبت های درست نکردن. از جمله گفتیم همه خود کمخونی، آرامشی، روحی، روانی و همچنان همه بعضی کارهای سنگینی که خانم میکنه ولادت های قبل از وقت را بار میره. این همه مراقبت ها در زمان بارداری درست انجام نشده که خانم منجر به این حالت ها شده که ما راستی از جمله یک چیز موضوع مهم که یاد ما نروه در زمان بارداری همه دواهای خودسرانه خانم ها را خواهشن استفاده نبکنن. باید چون بیشتری خانم ها را که مثلا نزد ما مراجعه میکنه در ترایمستر دو و یا سه وقتی که میبینیم خانم میگه ما دمی خصوصا ترایمستر اول سه ماه اول بارداری خیلی مهم است که خانم ها مثلا تغذیه درست شوه، ما دواهای خودسرانه استفاده نکنه چون بعض دواها منجر به سوی اشکال ولادی میشه حتی سبب صدق جنین میشه. ای گپا اینا باید زیادتر اساس بگیرن، یعنی دواهایی که بدون تجویز دکتر و یا قابله و یا متخصص نسای ولادی لطفا استفاده نکنن چون اینا عواقب خیلی ناگوار دارن. بسیار خوب. در زمان بارداری دکتر صاحب باید یک مادر از کدام ویتامین ها استفاده کنه؟ بیشتر از چه نوع ویتامین های استفاده کنه؟ در زمان بارداری گفتیم از جمله سه چهار چیز خیلی مهم هست، یکی هم آهن هست، ویتامین B12 و ویتامین C. بیشتری خانوما مثلا نزد دکتر در زمان بارداری خود مراجعه نمیکنن، میگن مثلا بعضی عقاید هستن در جامعه که زیادتر مریضای ما نزد ما مراجعه میکنن، میگن همین معاینات تلویزیونی و یا هم التراساوند باعث میشه که مثلا مای ما پس بفته یا پس افتاد ایجاد کنه که متاسفانه این گپا از نگاه طبی اعتبار نداره، یعنی او گپ نیستن. اینا بعضی خانوما هستن تا زمان ولادت خود نزد دکتر مراجعه نمیکنن، اما زمان مراجعه میکنن که مریض اختلاطی هست، یعنی اصلا مراقبت درست در زمان بارداری خود نشده، اینا زیادتر مصاب به مرگ میر مادر و همچنان جنین میشه. آها بسیار خب. دکتر چه با یک مادر وقتی که باردار میشه یک خانم باید در کدام ماه نزد دکتر مراجعه کنه؟ یک خانومی که مثلا آماده برای حمل است و در زمان بارداریش هست ترایمستر اول و یا هم سه ماه اول بارداری که خیلی مهم هست که چون اعضای جنین تشکیل میشه، اینا باید از نگاه تمام چیز بسیار مراقبت جدی صورت بگیره که در عموم هر سه ترایمستر خیلی مهم است، اما ترایمستر اول بسیار مهم میباشه که هر مثلا خانومی که زیادتر مصاب به مریض اختلاطی میباشه که هر تر مثلا هر ماد باید نزد دکتر مراجعه کنه، اما خانومی که مثلا زیادتر مشکل نداره نرمال پیش میره مثلا در ماه اول خود نزد دکتر مراجعه میکنم، بعضی تاریخچه و بعضی چیزا رو میگیریم، خانم مثلا نرمال هست ما برشون توصیه میکنیم که اگر مثلا وضعیتت خوب بود تمام چیز خوب بود میتونی که حتی دو ماه بعد نزد ما مراجعه کنی اگر مشکل نداشته، اما بعضی مریضایی که مثلا اختلاطی میباشه اینا باید حتی تو شده که هفته یک دفعه نزد دکتر مراجعه کردم، اما لازم ضروریش ما یک دفعه نزد دکتر مراجعه بکنم که مثلا با اختلاطی ها مواجه نشه. بسیار خب. کدام معاینات خیلی ضرور و مورد نیاز است در زمان بارداری که خیلی ضرور باشه مادرها باید حتما اون معاینات رو بگیرن؟ خب معایناتی که در زمان بارداری نزد خانم خیلی مهم هست، بعضی صدقا که هست مثلا از اثر میکروبی بودن خون چیزا هستن که خانم از این آگاهی نداره یا خبر ندارن، زمان که نزد ما مراجعه میکنه ما تاریخچه میگیریم، اینا میگن ما مثلا صدقای قبلی داشتیم دو یا سه اولاد مامت خودسرانه از بین رفته، یعنی بدون کدام دلیل که کارهای شاقه بکنیم یا پیاده روی ها و ایگپا، اونا دیگه زیادتر مصاب به و مثلا خونشان میکروبی هستن و یا به اصطلاح مورقه دارن میگه پا، اینا بی خبر هستن وقتی نزد ما مراجعه میکنن، ما معاینات نزدشون انجام میدیم و میبینیم که همین مرض خانم داره، او زمان تداعی صورت میگیره و از اختلاطی بودن مادر و جنین جلوگیری صورت میگیره، و همچنان معایناتی که در زمان ولادت خیلی لازم و ضروری هست که شامل 4-5 معاینه خیلی مهم هست که از جمله امراضای ساری هست مثل HBS و یا هم زرد سیاه، این معاینه را نزد خانم انجام میتیم، HIV, HBS
و همچنان یک معاینات خیلی معروف CBC هست که در کمخونی خانم هم معلوم میشه و همچنان دیگه میکروبی خون و کرویات سفید سرخ اینا در مجموع یک معاینات خون میباشه که خیلی ضروری است برای خانم ها و همچنان بلد گروپ و یا هم گروپ خونشان باید نزد ما معلوم باشه که یک خانم مثلا به زمان ولادت دچار خونریزی های شدید میشه و یا خونریزی های بعد از ولادت PTH اینا باید گروپ خونشان نزد ما معلوم باشه که دفعتن خدای نخواسته مریض اختلاطی میشه ما وقت نداریم گروپ خونش بر ما تعیین شده باشه تا اینکه عاجل خون آماده بکنیم و برای خانم تیر بکنیم. بسیار خوب. خب دکتر صاحب نظافت خیلی مهم است در هر شرایط در هر شرایط و بعضی ها واقعا رعایت نمیکنن. در زمان بارداری نکات نظافت چقدر مهم است؟ یکی از موارد خیلی مهم است در زمان بارداری نظافت. همچنین گفتیم که در زمان بارداری زیاد معافیت وجود خانم پایین میاد چون خانم یک آدم حساب نمیشه. در بطن خود یک طفل پرورش پیدا میکنه که اما طفل تمام مثلا تغذیه ها و خون و دیگر مسائل خود از مادر میگیره طفل و معافیت وجود خانم پایین میاد. یعنی خانم در معرض خطر زیادتر مواجه هست. از او از این جمله باید خواهش میکنیم که خیلی حفظ صحه خودم مراعات بکنه، یعنی از نگاهی از اینکه خیلی پاک بگیرن و همچنان غذاهای مصون و یا خیلی ترکاریایی که استفاده میکنه خیلی پاک بشوین. اینا میوه‌جاتی که استفاده میکنن چون زیادتر خانم در معرض خطر است و در زمان بارداری تداوی درست هم صورت نمیگیره چون ما نمیتونیم هر دوایی که باشه او را بالای خانم باردار تجویز بکنیم چون بعض دواها بیشتری دواها استدباب نداره. از جمله باید اینا درست مراقبت بکنند از حفظ صحه و بعض موارد دیگه خود تا از مصاب شدن به بعضی امراض جلوگیری شود. دکتر صاحب شما با لابلای صحبتتون گفتن که خانم ها دواهای خودسرانه نگیرن. این دواهای خودسرانه چه اختلالاتی را به وجود میارن؟ همچون که قبلا یادآور شدیم که امی مثلا بعض خانم ها آگاهی ندارن و یا هم به اول باریشان می باشه اینا مثلا خبر ندارن و یا بعضی خانم ها زیادتر نزد ما مراجعه میکنن که باردار میشن اما یک دفعه خونریزی میتر بسیار یک لکبینی خورد و یا هم خونریزی هایی که شدید نیستن و یا درد ندارن اینا بیخبر از اینکه من باردار هستم. اینا بعضی دواها مثل تابلیت های سردردی و یا هم بعضی دواهای دیگه بله اینا چیزا رو استفاده میکنن که اینا بسیار اختلاط ساز هستن برای جنین که گفتیم بیشتری سوی اشکال ولادی را همین دواهای خودسرانه به وجود میاره و همچنان بعضی اختلاطات دیگره. پس یعنی خانمایی که مثلا یک کم مشکوک هستن و یا چی هستن خواهشان دواهای خودسرانه استفاده نکنن چون اینا بسیار عواقب بد و ناگواری را به دنبال داره خصوصا برای جنین. آها بسیار خوب. دکتر صاحب اگر کدام پیام گفتنی با مادران داشته باشین؟ آخرین پیام ما برای مادرای عزیز ما این هست که گفتیم هر خانمی که میخواد حمل بگیره باید قبلا یک دفعه نزد دکتر مراجعه کنه. بعضی توصیه ها و بعضی امراض قبلا یادآور شدیم خیلی مهم هستن که اینا قبل از این که مثلا سردوچار مرگ و میری خود مادر و جنین شوه باید از این امراض و از این صدقات جلوگیری صورت بگیره. پس خواهشان پیش از این که میخواه حمل بگیره نزد دکتر مراجعه کنه و همچنان در زمان بارداری خیلی اساسی هستن که زیادتر نزد دکتر مراجعه کنن تا یک حمل مسئول و آری از خطر داشته باشه. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب که وقت گذاشتن تشریف تشکر از برنامه زیبای شما. تشکر. خب دوستان عزیز شما بیننده و شنونده صحبت های دکتر سکینه یوسفی بودین. دکتر صاحب سکینه با یک از شفاخانه های خصوصی شهر کابل موظف است. تشکر از همراهیتون که تا به این لحظه ما را همراه بودین. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.